سلام عرض می کنم خدمت دوستان و بینندگان عزیز. امروز می خوام مرغ بریون اردبیل بدون فرو بهتون آموزش بدم، همراه با نوه عزیزم مهدا خانوم. خب چی می خواهیم درست کنیم؟ گوشت قلب بوی. بریم با معرفی مواد اولیه این غذای خوشمزه و سنتی اردبیلو بهتون آموزش بدم. بریم مهد خانوم. مواد لازم برای تهیه مرغ بریان اردبیل بدون فر: مرغ کامل یک عدد که حدود 1-2 ساعت داخل آب نمک قرار میدیم، پیاز متوسط یک عدد، چوب دارچین 1 تکه، برگ بو 1 عدد، هویج 1 عدد، فلفل سیاه، زردچوبه و نمک به میزان لازم. مواد لازم برای داخل شکم مرغ: آلوی سیاه 20 عدد. البته از هر آلویی میتونید شما داخل شکم این مرغ استفاده کنید، هم تو عمل میتونید از 2 نوع یا 3 نوع آلو هم استفاده کنید. آلوها رو 1-2 ساعت قبل بذارید تا خیس بخوره. مغز گردو 60 گرم که به شکل نگینی خورد میکنید. پیاز داغ 2 قاشق غذاخوری. برگه زردآلو 10 عدد که اونم حتما 1-2 ساعت قبل بذارید تا خیس بخوره. زعفران دم کرده به میزان لازم. زرشک 1 قاشق غذاخوری سرپر. کره 50 گرم. مواد لازم برای تهیه سس مرغ: زعفران دم کرده به میزان لازم، ربع گوجه فرنگی 1.5 قاشق غذاخوری، پیاز داغ 1 قاشق غذاخوری، فلفل زردچوبه و نمک به میزان لازم، کره 50 گرم. بعد از 2 ساعت که مرغ رو از داخل آب نمک خارج کردید، داخل قابلمه مورد نظرتون قرار میدید. 2 لیوان آب بهش اضافه میکنید. یه دونه هویج داشتیم، شستم، پوست کندم. به شکل حلقه حلقه در میارید و به مرغ اضافه میکنید. یه دونه پیاز داشتیم، خوردش نمیکنید، فقط بالاش به شکل علامت ضرب یه همچین شکافی ایجاد میکنید، داخل مرغ قرار میدید. چوب دارچین داشتیم و برگ بو، فلفل سیاه، زردچوبه، و نمک. حالا در ظرف رو میذاریم، ابتدا حرارت رو زیاد میکنیم تا آب به جوش بیاد. آب که به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم و با حرارت کم میذاریم تا مرغ بپزه. مرغ باید در حدی بپزه که ولو نشه و شکل ظاهریش به هم نریزه. حدود 35 دقیقه میگذره، مرغمون پخته، ولی همونطور که میبینید شکل ظاهری خودش رو از دست نداده. حدود 1/2 لیوان آبم ته مرغ باقی مونده. ما برای درست کردن سس به این آب مرغ نیاز داریم. اونو از صافی رد کنید و مرغتونم داخل آبکش قرار بدید تا کاملا آب اضافی مرغ گرفته بشه و آماده سرخ شد. مرغ رو به شکل ایستاده داخل آبکش قرار بدید تا آبی هم که داخل مرغ کاملا خارج بشه و موقع سرخ کردن شما رو اذیت نکنه. خب دوستان، روغن داغ شده. حالا مرغ رو از سمت سینه داخل مایتابه قرار میدم. همونطور که گفتم باید تمام قسمت‌های مرغ کاملا سرخ بشه.
تمام قسمت های مرغ رو سرخ کردم. حالا از روغن خارجش میکنیم و شکمش رو پر میکنیم. ابتدا گردوها رو با خرد میکنیم. گردوها رو میتونید به شکل نگینی یا خلالی یا هر طوری که خودتون دوست دارید خرد کنید. تمام گردوها رو به این شکل خرد میکنید. مغز گردوها رو خرد کردم. برگه زردالو داشتیم. برگه زردالو رو به شکل خلالی یا نگینی خرد کنید. طعم مواد داخل شکم مرغ واقعا عالی میشه. آلوهایی رو که خیس کرده بودیم داخل آبکش میریزیم. آب اضافیش گرفته میشه. به مواد خرد شده اضافه میکنیم. پیاز داغ داشتیم و زرشک. 50 گرم تو مواد اولیه کره داشتیم. حالا این مواد رو حدود 1 دقیقه داخل کره تفت میدیم و میذارم کره ذوب بشه. کرمون ذوب شد. حالا مواد داخل شکم مرغ رو به کره اضافه میکنیم. تقریبا حدود 1 دقیقه مواد رو تفت میدیم. این به این دلیله که مواد یک مقدار شفاف بشه و نرمتر و طعم کره به خورد موادمون بره. اگر دوست دارید تست مواد یک مقدار به شیرینی بزنه، میتونید تو همین مرحله یک قاشق غذاخوری بهش شکر اضافه کنید. من دوست ندارم، اضافه نمی کنم. مواد 2 دقیقه که تفت دادید، حدود یه قاشق سوپ خوری هم بهش زعفرون دم کرده اضافه کنید. یه تفت کوچیک بدید تا زعفرون به خورد موادمون بره. مواد داخل شکم مرغمون آماده شد. 50 گرم کره داشتیم. داخل مایتابه میندازم و میذارم کره ذوب بشه. روب گوجه فرنگی رو اضافه میکنم. حدود 30 ثانیه روب رو تفت میدیم تا رنگ روب باز بشه. رنگ روب که باز شد، زردچوبه رو اضافه میکنیم و فلفل سیاه. چون من داخل مرغ نمک زدم، دیگه از نمک استفاده نمی کنم. پیاز داغ رو اضافه می کنی. زعفرون رو اضافه می کنم. حالا آب مرغی که اضافه بود بهش اضافه میکنم. هم میزنیم تا یه دست بشه. یه جوشکه زد، حرارت زیر مایتابه رو خاموش میکنم. سسمونم آماده است. خب عزیزان، مرغ سرخ کردیم، آماده است. حالا با موادی که درست کردیم داخل شکم مرغ رو پر میکنیم. کاملا مواد دو فشار بدید تا پر پر بشه. خب عزیزان، تمام مواد رو داخل شکم مرغ پر کردم. به 2 روش میتونید این مرغ رو مصرف کنید. هم به این شکلی که کاملا سرخ شده، پخته و کاملا سرخ شده حتی موادش، و نیازی نیست دوباره با سس یه جوش بزنه. ولی بچه های من ترجیح میدن یه مقدار سس هم داخلش بریزم و حدود 10 دقیقه بذارم با سس هم یه بجوشه. اگر خواستید با سس هم مرغتون بجوشه، به همین شکل داخل قابلمه میذارید. حدود 1/2 استکان از اون سس داخلش میریزید و بدون اینکه درش رو ببندید میذارید 10 دقیقه داخل سس بجوشه.
مرغو به همین شکل دوباره داخل ظرف قرار میدم. حالا از سوسی که آماده کردیم روی سس و اطراف مرغ میریزم. طعم سسش هم واقعا عالیه. مرغ بریون سنتی اردبیل آماده شد. این غذا بی نهایت خوشمزه و لذیذه. مطمئنم اگر یک بار درست کنید مشتری پروپا قرص این غذا میشید. شما دوستای خوبم و تا یه آموزش دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.